با درود خدمت بینندگان عزیز تلویزیون رنگارنگ، باز هم در قسمت دیگر در خدمت آقای محمود سرابی، صاحب امتیاز گروه فرهنگی رنگارنگ بهتر باشه بگیم، هستیم با برنامه بدون روتوش بدون پرده. جناب سرابی، با عرض سلام خدمت شما و تشکر از اینکه با این همه مشغله وقتی رو گذاشتیم تا سرگذشت خودتون رو تعریف کنید برای بیننده های ما. ممنون از آقای پارسای عزیز و زحماتی که میکشه. به هر حال ما همه به نظر من یک خانواده واحد هستیم که اهداف مشترکی داریم. من اسمش میذارم یه مقدار فراسازمانی و فراگروهی، و حالا غیر از پیوندهای عاطفی گذشتمون در واقع همین فکر میکنم سرآغازی باشه برای دونه چینی نیروهایی که سالیان سال علیه رژیم جمهوری اسلامی مبارزه میکنن. شاید الان زیاد ربطی به مصاحبه نداره، ولی اینو به این معنی نویدی میتونم بدم که شاید اینم از اتفاقات خوبی باشه که آدمهایی که توی نشست قبلی اون هم اشاره شد، مثل شما، مثل آقای گیلانی، مثل من، مثل آقای یاسایی، آدمهایی که در واقع اهداف مشترکمون خیلی روشنه، سرنگونی کلیت نظام جمهوری اسلامی و این تعداد هرچی به نظرم بیشتر شه و بتونه تشکل، اصلا میتونه یه تشکلی رو به وجود بیاره و کمک کنه به سریع شدن حرکتی که به هر حال امیدوار هستیم به سرنگونی جمهوری اسلامی ختم بشه. من در خدمت شما. خواهش با. من هم تو پرانتز تو ادامه صحبت‌های شما قبل از اینکه وارد مطلب اصلیمون بشیم یه نکته رو یادآوری بشم، اونم اینه که این برنامه هایی که روز چهارشنبه تحت عنوان تریبون آزاد برگزار میشه، از بیننده های عزیز، افرادی که مایلن توی این مصاحبه ها شرکت کنن و دیدگاه و نظرگاه های خاصی رو دارن در ارتباط با ترفندهای رژیم، میتونن با آدرس این تلویزیون رنگارنگ پیام خودشون رو بدن تا دعوتشون کنیم و بتونن تو این برنامه شرکت کنن و سوالای خودشون رو مطرح کنن و یا به هر حال نظرات خودشون رو مطرح کنن. جناب آقای سرابی، هفته گذشته ما رسیدیم به تلویزیون رنگارنگ که تلویزیون رنگارنگ رو من دو بخشش کردم. یه بخش مرحله اول تشکیل تلویزیون رنگارنگ بود و بخش دوم که یه مقدار خیلی زیادی این تلویزیون تغییر کرد از لحاظ برنامه‌ها و لحاظ سیاسی، میشه گفت خیلی رادیکال‌تر شد، خیلی جهتگیری تازه‌ای رو ما می‌بینیم توی تلویزیون رنگارنگ. ادامه صحبت رو می‌سپرم به شما. یعنی درباره قسمت سیاسی شدن تلویزیون؟ در خصوص بله، نه خیر، در هفته گذشته راجع به جشنواره سپاس شما یه توضیحاتی رو دادین. به سپاس نرسیدیم، درباره چی صحبت کردیم؟ درباره المپیک و یه کارهای قرار درباره سپاس صحبت کنیم، نمایشی که خود شما انجام دادین، مصاحبه های مختلفی که با افراد و هنرمند انجام دادین، برنامه هایی که داشتیم، و از همینجا شروع میکنیم دوباره میریم جلو. این تلویزیون رنگارنگ تو اون مقطع به چه صورت کارشو پیش میبرد با توجه به مشکلاتی که خود شما چه تو زمینه شخصی، چه توی لندن، چه در این حالی که یواش 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 طرح‌های مختلف رژیم هم شروع شده بود و تلویزیون‌های مختلف که من اسمشو میذارم تلویزیون های رژیمی هر روزی سر از خاک بیرون می آوردن، شما چجوری برخورد میکردیم با این مسئله؟ خب البته اینا که در واقع پرشه، قبل از این پرشه، یعنی حدود سال در واقع بخوام میگم 94 94 95 تصادفی، اونم یه آقای اومده بود برای آگهی، بعد میگفت من میخوام آگهی برای دیشای ماهواره‌ای بدم. بعد گفتم خب چرا میخوای مثلا آگهی تو مجله ایرانی بدی؟ گفت که برای که یه تلویزیون ایرانی راه افتاده و
اونها در واقع میخوان اینا به ایرانی ها معرفی کنن. اون زمان همون حدود سال 90 و فکر کنم اگه اشتباه نکنم بین 4 و 5 بود، جمهوری اسلامی تلویزیون ساتلایتیش رو انداخته بود جام جمع. بله. و منم کنچاف شدم دیگه، منم کنچاف شدم و یکی از اون دیشاشو مثلا به قول خودش که میگفت گرفتم که ببینم اصلا چه خبره. خب اینا در واقع ساتلایتی که رو انداخته بودن با شکست عجیبی مواجه شد، به دلیل که هیچ کس استقبال نکرد. یکی از دلایلش این بود که مثلا به عنوان مثال کسایی که تو انگلستان یا اروپا بودن معمولا چون تنها تلویزیونی که خارج از کشور در سطح گسترده پخش میشد رنگارنگ بود، چون تلویزیون آمریکا کانالی بود، فقط هم منطقه کالیفرنیا رو کاور میکرد یا حتی فکر میکنم فقط اون منطقه لوس‌آنجلس رو. به هر حال و تلویزیونی که اینا رو انداخته بودن احمقانه بود، یعنی اول جمهوری اسلامی مثلا فرض مثلا میخواستن ایرانی ها رو سرگرم کنن، که من همون موقع از برنامه تلویزیون اونا میگرفتم و نشون مردم میدادم و به مسخره میگرفتیم که مثلا برای اینکه بخوان زن ایرانی نشون بدن که چه مهارت هایی داره یک کله غم میذاشتن با دو تا زن، میگفتن بشکونی ببین کی تونتر میشکونه، این مثلا برنامه سرگرم کننده شون. یا واقعا عادیه دو تا تشت گذاشته بودن دو تا خانم و رخت میشستن کی سریعتر رو بند تن میکرد، کم توهین به زن بود، هم اصلا هیچ تفکر حرفه‌ای حتی تو اجرای برنامه نداشتن. و همین خاطر تلویزیون اصلا موفق نشد، تلویزیون موفق نشد. و از نظر رقابت میخوای بگیم منظورم اینه فقط این تلویزیونه بود، تلویزیون دیگه ای نبود که اصلا رقابت باشه. بعد همون سال 94 اتفاقی افتاد، خب من بارها و بارها گفتم ولی حالا چون مصاحبه هست شما میپرسین من برای اینکه تکمیل کنم سوال شما رو، یه آقایی بود تو لندن که الان فوت کرده به نام آقای رودوف آقا بیگیان، این یه زمانی که من اومده بودم لندن از سال 88 که تا همین 94 که دیگه پایان دوستی ما بود، یه روز اومد بهم گفت که یه نفر هست که این سرهنگ زمان شاه بوده و میخواد بیاد تلویزیون تو رو اسپانسر کنه. مثلا یه دید داشت به من میگفت که من دارم به خاطر دوستی با تو یه کمک هنگفتی اینجوری دارم بهت میکنم. بعد گفتم خب میخواد چیکار کنه، تلویزیون من به چه درش میخوره؟ گفت چی، فقط یه بخششو میگه که دوست داره خاطرات ایران زنده کنه، شهرهای ایران نشون بده، زیبایی های شهرهای ایران نشون بده. در این حد هتل داشت توی خیابون بیکرسی نزدیک مادام توسا قرار گذاشتیم اونجا. بعد خب من متعدد بودم که مثلا خب سال 94 اینا یه چیزی بوده 10-12 سال از انقلاب گذشته بود دیگه، یکی هم زمان شاه سرهنگ هم بوده باشه، توقع شما تا میاد ببینه 50-60 ساله ببینم که بعدم نه یه آدم خیلی جوون و شیک و اون زمان مثلا بوده شاید فکر میکنم بین 30-30 و چند ساله اونجا فهمیدم که این سرهنگ زمان شاه اینا رو این آقای روف به ما دروغ گفته برای معرفی آدمه. من خلاص این آدم اومد و نشستیم و صحبت کردیم و گار من تلویزیون شما رو دیدم و مجلتون هم دیدم. حالا ما همزمانی که اون موقع مجله در می اومد تو من شروع کرده بودم، دو سالی بود تظاهرات لندن و همه رو می داشتیم و سنگسار رو پخش کرده بودیم که خیلی سرصدا کرده بود و مطالب مجله بهش بعد سیاسی گرفته بود. قبل از اونم که شما گفتی یفه چرا موضوع عوض شد، به دلیل که او اول که من اومدم ورزش رو انداختم و تو ورزش شروعش اگه می‌خواستی مانور سیاسی بدی نمیشد جمع کرد، چون یه فرد تفکرات مختلف میاد وسط و همه می‌خواستن تفکرات به اصطلاح و همین دلیل ما محورش فقط گذاشتیم که آقا ما به خاطر حضور یک رژیم در واقع جنایتکاری که اینجا جمع شدیم و به خاطر همین مثلا حالا داریم فعالیت ورزشی هم با هم می‌کنیم، یه شعار کلی بود و موزر هم نشون میداد، ولی خب نمیشد وارد دیتیلز سیاسی شد چون اون موقع به هر حال لندن سیاسی تر هم بود، همه هم
افکار سیاسی داشتن و اینا همه رو آوردن زیر یه پوششی بدون اینکه با هم تضاد داشته باشن، یه کار واقعا سخت و عجیب غریب بود. حالا به هر حال این آقا که با هم صحبت کردیم در سوال بیشتر همین اون نقطه نظرشو درباره تلویزیون و مجله گفت و اینکه اون یه امکاناتی داره میتونه کمک کنه هم از نظر مالی هم که تلویزیون ما خیلی شدیدتر و تاثیرگذارتر به جمهوری اسلامی حمله کنه. یه دو ساعتی صحبت کردیم، بعد من داشتم میاد خونه با خودم فکر کردم گفتم اه. حالا غیر از قسمت اولش که فهمیدم این رفیق ما معرفیش درست نبوده، طرف سرهنگ نیست، خوشم میشه اشاره نکرد درباره ارتش و سرهنگ بودن و اینا، بیشتر اشارهش رو این بود که باید چیکار میشه کرد و واقعیتش رو بگم خوشحال بودم، گفتم خب خیلی خوبه که این آدم حالا سرهنگ بوده یا نبوده اصلا برای من مهم نیست، مهمی که میگه آقا من کمک میکنم شما تلویزیونتون رو از این که هست تندترش هم کنید علیه جمهوری اسلامی و من میتونم بهتون مثلا خوراکم برسونم، ملاتم برسونم. این جلسه اولش خیلی خوشایند بود. جلسه دومم رفتیم یادمه باز با همین آقای رودولف رفتیم با ایشون شام خوردیم اینا، با صحبت کلی بود و اینکه تلویزیون باید اینجوری باشه اونجوری باشه، بیشتر بحثش این بود که باید پدر رژیم در آورد، روی این خیلی تاکید میکرد. خب اینم مثلا من تو دل من آب میشد دیگه، هی هرچی تاکید بیشتر میکرد و میگفت پولم میدم، بعد گفت آره هزینه‌های شما چقدره مثلا اینقدر چقدره اینقدر چقدره، بعد اون چیزی که هزینه ما بود این یه چیزی تقریبا سه برابرش رو آفر همون شب پیشنهاد داد. یعنی مثلا ما گفتیم اون موقع مثلا حدود 8000 پوند خرجمونه، این گفت مثلا من تا ماهی 25000 پوند بهتون کمک میکنم که رقمی بود اون موقع خودش. بله. بعد شب که میخواستیم بیایم توی یه فرصتی که این آقای رودولف نبود بقیش بهم گفت که آقا ما یه جلسه داریم دوتایی با هم صحبت کنیم، من میخوام شخصی با خودت صحبت کنم. بعد من تلفن خونه رو دادم گفتم زنگ میزنم با هم صحبت میکنم، چون تلفن موبایل اینا من نداشتم یا هنوز زیاد اصلا نبود نمیدونم یا بود یادم نمیاد. بالاخره زنگ زد و قرار گذاشتیم گفت 5 صبح دفتر شما، چون من بعد از ظهرش مسافرم بعد به کارا دیگه هم برسم و اینا. من بهش گفتم 5 صبح من نمیتونم بیام، برای که من با دخترم زندگی میکنم، اینم بچه هست، من بلنشا 5 صبح بیام بیرون این ممکنه بترسه و فلان اینا، و بعد بذارمش مدرسه و بیام. خلاصه این ور و اون ور و 5 صبح وردیمش 8 صبح. من قبل از اون مثلا الان شما هر اتفاقی میفته مثلا الان آقای شبک یا آقای سهیلی که اینجا هستن، من به هر اتفاقی پشت پرده میفته خدا شده من مثلا به این دوتا میام میگم، چیزی رو قایم نمی کنم که مثلا هر چی حالا مالی باشه غیر مالی باشه. اون موقع آقای کمال خورسندی و آقای ناصر محمدی که بچه سر دبیر کیهان و فوت هم کردن به این دوتا گفتم، چون پیش من کار میکردم گفتم همچه اتفاقیه یه نفر قراره بیاد شما بیاین حضور داشته باشین ولی این یارو نفهمه، چون گفته من و تو. اون موقع دفتر ما اینطوری بود که یه استدیو داشتیم، بعد استیجی که مثلا میشستیم صحبت میکردیم یه دیوار بود که دیوار شیشه ای بود، در واقع آینه بود، از اون ور که دفتر کار بود این ور میشد دید، از این ور نمیشد اون ور دید، که من پردم کشیدم که اصلا معلوم نباشه اون قضیه اونجا چه خبره که اینا باشن. خلاصه ایشون اومد و نشستیم باز صحبت کردیم و یه دفعه نه حالا چه جوری حساب کرده بود که این کار کنیم. آخر سر برگشت که من 760000 پوند در سال اول به شما میدم پوند و شما این خطی رو که من میگم پیش ببرید. اینجا بود که تازه شروع کرد، یعنی دقیقا به جان کامران یاد یه دسته چک در آورد. اولا وقتی دسته چک گرفتم اولی چیزی یه ذره شک کردم دیدم دسته چک بانک ملیه توی لندن. عجب. بعد ورداش نوشت در وجه آقای سرابی
760,000 پوند اعداد و همه رو نوشت، اومد امضا کنه، یه خودنویس شیک پارکر هم داشت، گذاشت فقط دو سه تا چیز سرویج جوان بهت بگه، همینجوری هم یافت گفت از آقای سرویش سرویجون خیلی خودمونی شد. گفت که یک، ببین تو تمام اطلاعات منم داشت، یه ذره شروع کرد پروبال دادن و یه ذره قلوف کردن، آره تو هم تو مثلا نام قهرمان هستی و قهرمان ملی هستی از این دلیوری ها، چون من همچین کرکتوری نداشتم فلان هستی، این آقای رفسنجانی هم این خودته، دلش برای مردم ایران میتپه و فلان اینا، این خامنه ای نمیذاره و یه دفعه رفسنجانی ها رو از بازی آورد بیرون، حرف دلش رو زد. آره گاره بعد هوا اینم داشت، یعنی اومد من رو مثلا با رفسنجانی یکی کرد، یه ذره القاب دهن پرکن و علکم به من چسبون که مثلا من رو خوشحال کنه و یه جوری که آره اونم مثل شما دلش واسه ایران میتپه و فلان اینا، بعد ولی خامنه ای نمیذاره و از این بازی ها. بعد دیگه منتظر نشد من چی میگم، دوم میشم یه چیزی هم بهت بگم، اول از رضا پهلوی شروع کرد، این رضا پهلوی فلان شروع کرد، یه ذره فوش دادم به رضا پهلوی و ولی بعد موزه اصلیش اردو مجاهدی، گوی مجاهدین هم اینجوری کردن اونجوری کردن این کار کردن این کار کردن، پدر اینا هم باید در آورد. اینجا که رسید من بهش گفتم فلان فلان شده، دقیقا دیگه نظام‌آبادی باید صحبت کردم، تو خجالم فکر بچه گیر آوردی مرد، که تو پس بگو من در واقع بشم نماینده سفارت دیگه، رفسنجانی که حمایت کنم، به اینام که فوش بدم، به خامنه هم فوش بدم، چه سود داره فلان اینا. بعد که دید من تند برخورد کردم، یا نمیدونم چرا حس کردم که اصلا میخواد یه عکس العمل نشون بده، من برای اینکه بهش بگم من تنها نیستم گفتم ببین کتکت نمیزنم به خاطر اینکه اینجا پلیس میاد وسط مشکلی ایجاد میشه و همین خاطر فقط پاشو برو گم شو، وگرنه الان من بچه‌ای که اونجا هستن فقط به یکیشون الان بگم بیا تیکت تیکت بکنه. گفتم آقا کمال، این آقا کمال خورسند یه صدای خیلی همچین دورگه چیزی هم داره، گفت بله، این یه جا خورد که فکر من تنها اولا، بعد دید نه، گفتم آقا محمدی، گفتم میخوای ده تا دیگه واسط بشمارم، طرف دید که یه جایی گیر کرده که نه من تنها نیستم، ولی با یه خشم کیفشو براش رفت. بعد از این جریان من اینا اسمشو گذاشتم 28 که بعد این آقای تفرشی هم تو کتابش اینو ازش استفاده کرد و اونم گفت حالا بگذاریم. بعدن این رفت دو بعد مسئله شد و حالا داستان اینا هم طولانیه، که اومدن به من گفتن که یه نفر که نماینده رژیمه، حالا اون نمیدونم از کجا فهمیدن این رژیمیه، تو لندن با نوریزاده ملاقات کرده، نوریزاده موقع پیش من کار میکرد، بعد یعنی به من به عنوان هشدار گفتن که این نوریزاده با این یه آدمی که ما رژیمه داره مثل که همکاری میکنه، با هم توی چلو کبابی حافظ دیده شدن، من نوریزاده که اومد بهش گفتم آره همچین چیزیه نوریزاده، خب موقع تجربه نوریزاده نسبت خب خیلی قوی تر بود، نوریزاده به هر حال سالین سال تو مطبوعات بود، برگشت بهم گفت سروی جان عجب موضوع خوبی گفتی، بیا اینو بیا جلو دوربین با هم صحبت کنیم، تو همین رو بپرس بذار من جواب بدم. ما موقعی نشستیم و گفتیم آره آقای نوریزاده همچین مسئله رو میگن و شما اینجوریه، بگش که سر بجام من یه سال جلو دورمین از شما میپرسم، شما اگه بخوای یه نفر آدمی که ما رژیم باشه و از طرف رژیم اومده باشه، شما میری توی چلکاوی ایرانی میشینی باش غذا میخوری یا میری یه گوشه کسی نبینه؟ بله خب منم جلو دورمین گفتم میرم یه گوشه کسی نبینه دیگه. بله به هر حال بازی رو به نفع خودش خوب تموم کرد، بعد شروع کرد که آره از سر و جامعه ها همه زیر انگ و برچسبیم، این سازمان های سیاسی حالا دیگه مثلا مستقیم نمیخواست دل دور میگه مجاهدین،
میگه آره این گروه های سیاسی همش دنبال انگ و برچسب زدن هم فلان هم چنان هم و اینا. و یه تعداد زیاد همون زمان زنگ زدن از آقای نورزاده تعریف و تمجید کردن و برنامه به نفع خوش تموم کرد رفت. چند روز بعدش همون دوستی که زنگ زد و گفت این با یکی بوده گفت آقا من عکسش رو برمیدارم براتون میارم. حالا اینا نمیدونم چجوری اینا از عکس گرفته بودن عکس رو براشون آوردن دیدم اینجاش واسه من جالب دیدم این همین یارو که با دفتر ما میخواست پول بده کانال های مختلف و افراد مختلف. آره من فهمیدم پس این بوده. بعدم دیدم از رو نورداری رو دست خوردم، یعنی اون تمام برنامه به نفع خودش کرد، ما را مثل یه آدم کم تجربه اونجا نشون داد و رفت. منم گفتم خیلی خوب دیگه، حالا پس اینجوری شد. هفته بعد که اومد برنامه رو ضبط کنه بهش گفتم دکتر بذار دوباره دنبال اون مصاحبه. گفت چرا؟ گفتم انقدر این مصاحبه خوب بوده و انقدر مردم خوششون اومده و چقدر شما تعریف کردن و یه سری سوالات مردم مطرح کردن، بذارین جلو دوربین دوباره این رو مطرح کنیم. خوشحال شد. آره چرا نه، خوب سر جان. آره بذار مردم باید بدونن چهره ماها رو بشناسن، بدون ما برای مرد مثلا کشورون چقدر تلاش میکنیم و همه میخوان به ما انگ و برچسب بزنن. حرفا نشستم و گفتم آره دنبال مصاحبه بعد قبلی که اینجوری بود و آقای دکتر فلان اینا و شما گفتین که شما اگه بخواید یه نفر ببینید تو یه جای عمومی نمیرین. گفت بله و فلان اینا. گفتم ولی آقای دکتر شما در کمال مثلا بی‌معرفتی به منم دروغ گفتی. گفت چرا؟ گفتم یا این عکس چیه؟ عکس رو به همکارا قبلش گفتم ببینن ممکنه با این آقای نوروزاده وسط مصاحبه حرف بلندش بره یا برخورد لفظی پیش بیاد. شما به هیچ عنوان دوربین رو قطع نکن، بذار بره تا هر جایی میره. خلاصه یه دفعه برافروخته شد و سر بیجا منو دادگاهی میکنی، منو محاکمه میکنی. حالا فرزنم من با یه همچی آدمی نشسته باشم؟ من روزنامه‌نگارم، من کارم اینه که با همه آدم ها میشینم دیدار میکنم، روزنامه‌نگار کارش اینه فلان. گفتم مرد حساب تو اون هفته اصلا منکر میشدی، بعدش هم اگه اینو من خودم نمیشناختم این مردی که اومده به ما پیشنهاد پول داده اینجوری اینجوری گفته و جلو دیدو. گفتم خانم آقای نوروزاده از امروز تو تلویزیون رنگارنگ دیگه هرگز نخواهد بود. و عمدن هم گفتم، عصبانی هم گفتم، گفتم همین دل دور من ایشون دیگه اینجا بیرون میکنم. که از اونجا آقای نوروزاده رفت و اون موقع فکس بود. من فردا چه اومدم دیدم تمام کاغذهای فکس ما لوله‌ای بود، تموم شد. یک نامه بلند بالا نوشته بود که یه حالتی سرابی جان و تو مان تو اینجوری هستیم و اونجوری هستیم و که در واقع من یه اشتباهی شاید کردم، باید به تو میگفتم، ولی خدا شاهده من با این آدم هیچ چیزی نداشتم و فلان اینا و که میخواست برگرده تلویزیون. چون اون موقعی که مثلا این آدم اومده بود این مثلا با این معامله کرده بود تیرونی نبود. اون موقع مثلا نوریزاده تو مجله من مطلب میداد، نیمروز کار میکرد، تلویزیون برگه برنده بود. اگه من بیرونش میکردم در واقع اون برگه برنده از دست نوریزاده اون زمان افتاده بود. و بیرونش کردم که از اون موقع تا حالا دیگه اصلا ارتباطم قطع شده. بس هم اینه که اون داستانه اون زمان اینجوری هم بود، این اتفاقات هم توش بود. و حالا آقای سرابی تو همون دوران خب رژیم توسط عوامل خودش خیلی از افراد تو اروپا خارج من فقط یه لحظه تشو بگم کامران جون ببخشید. این آدم بسم اینه این آدم وقتی که بعد نشریات رژیم عکسش رو چاپ کردن که تو زندان واجبی خورد فهمیدیم این آدم سعید امامی بوده. تا موقع اصلا ما نمیدونیم این کیه. تازه میگه وقتی عکسش برای اولین بار رژیم چاپ کرد که مثلا تو زندان مرده و واجبی خورده دیدیم این هم یارو که با سعید امامی بوده که سعید امامی آره با بسیارانی همون زمان همه اسمشون رو بردم دم همه رو دید. یعنی روزنامه‌نگاری که تو آمریکا بودن اون هم میگم تلویزیون کابلی داشتن دیگه با اونا معامله کرد. سردستشون هم همین آقای چیزه که میره ایران و میاد میخواد رئیس جمهور هم بشه چیه تو آمریکاست
لابی میکنه برای جمهوری اسلامی، حالا اسمش هم یادم رفته، و تو لندن هم کرد، تو لندن با بسیارانی معامله کرد که بعد از اون خطشون کاملا مشخص میشد که در واقع یه پولی گرفتن، و از جمله خود همین آقای نوریزاده و بسیارانی دیگه که بعد از تفرشی تو کتابی که در ورد تمام جزئیات اینا رو نوشته. ببخشید من در خدمت شما. بله، برمیگردیم به تلویزیون رنگارنگ. تو اون دوران همونجور که شما اشاره کردین، رژیم توسط عوامل خودش، حالا شما میشه گفت معاون وزارت اطلاعات سعید امامی مستقیما با شما تماس گرفته، توسط عوامل خودش بسیاری رو توی خارج از کشور عملا میشه گفت خرید. تلویزیون رنگارنگ تو اون دوران ممر درآمدش تبلیغاتی بود که به هر حال از ایرانی هایی که دارای کسب و کار هستن میگرفت و سعی میکرد خودش رو سرپا نگه داره. حالا سوالی که برای من مطرح میشه اینه که گروه های سیاسی، اهم از سلطنت طلبا، گروه های چپ، مجاهدین یا افراد مستقلی که واقعا سرنگونی طلب بودن و هستن، آیا تو اون دوران از این گروه های سیاسی به شما پیشنهادی نشد برای کمک مالی که تلویزیون بهتر بتونه کاراشو انجام بده؟ چون به هر حال شما تو یه بخشی کاراتون رو ارائه دادین، مردم هم دیدن، ایرونی ها دیدن که این تلویزیون خط و مشش چه خط و مشیه. ببینید، یه چیزی که توی مطبوعات اروپایی و آمریکایی هم هست که ماها ایرانی باش میگیم رپورتاج آگهی، بیانیه ها، اطلاعیه ها، حتی سخنرانی ها و تولیدات تشکیلات سیاسی است که به یه نشریه ای به عنوان رپورتاج آگهی میدن. و اگر با خط و خطوط اون رسانه هم در واقع مشکل نداشته باشه، خب اینو ازش استفاده میکنن. مسئله رپورتاج آگهی یه زمانی پیش اومد که همزمان شد، یعنی رضا پهلوی یه بیانیه، اینم 14 ماده‌ای فکر کنم اگه اشتباه نکنم یا 12 ماده‌ای داده بود همون سال 92 اینطورا بود، 92 93، نه دو دو نوستی که میگم، من میلادی رو میگم، وای ایرانی شما نگیرن. و خانم مریم رجوی هم از طرف شورا یه بیانیه، اونم داده، فکر کنم 10 ماده ای بود اگه بازم اشتباه نکنم، که خب اینا هیچ فرم نمیسن که مثلا هر دو جالب بود که همزمان برای این قضیه رجوع کردن. من تو قبلا با کسی که مسئول دفتره یا کسی که خودش نماینده به هر حال رضا پهلوی معرفی میکرد صحبت کرده بودیم، من گفتم که من این رو چاپ میکنم ولی با اینکه رپورتاج آگه یه پولم نمیگیرم. بعد که یکی از دوستانی که مورد همین سازمان مجاهدین بود، ایشون هم آگه رو ورد و قرار بود باهاشون پول بده، به ایشون هم همین رو گفتم، گفتم من اینو چاپ میکنم پول نمیگیرم، ولی بهش گفتم، گفتم ما داریم نشریه غیر از مجله رنگارنگ داریم روزنامه رنگارنگ هم همزمان در میاریم، شماره اولشه و من هر دوتا رو با همدیگه همزمان چاپ میکنم. البته میتونم نگم، ولی خب گفتم که به هر دو طرف. دیدم که هیچ کدوم استقبال نکردن که هر دو با هم باشه. از نظر من، حالا تجربه اون زمانم رو دارم میگم دیگه، به نظرم جالب تر بود، گفتم هر جفتشون با هم مقابل همه، یعنی این دوتا سلطنت طلبا به نیابت از آقای رضا پهلوی و مجاهدین، بیانیه خانم رجوی، اینا تو یک شماره در نیاد. اونا هر دو مخالف بودن، من موافق بودم. من خودم گفتم خب برای میتونم چاپش هم تو از دن مطبوعات که نمیتونم بگه چاپ کرد، چون هر جفتشون به عنوان عمومی چاپش کرده بودن،
ولی من گفتم با کنار هم گذاشتنش خب چیزایی توش هست که خب برای مردم میتونه جذاب باشه و کشش آدم ها رو به یه سمتی ببره دیگه. الان نمیتونم دقیق بگم چون واقعا باید آرشیو اون میام بیه مجله یا روزنامه باشه که ببینم این کار رو کردیم یا نکردیم، ولی به هر حال میگم جفتش رو زیاد در این مسئله استقبال نکرد. حالا بگردیم روی این قضیه که مسئله رپورتاج آگهی با وابستگی مالی دو چیز متفاوته. وابستگی مالی اونه که سعید امامی اومد گفت بله پولش بله. مشخصا میدن، میگن آقا این پول به شما میدیم، بابتش هم این توقع رو از شما داریم. بله. یه موقع است که شما بابت تولیدات یه تشکیلات سیاسی یه توافقاتی میکنید، ولی هیچ گونه وابستگی و خلالی تو استقلال شما به وجود نمیاد. یعنی کسی حق نداره به شما بگه چی بگو چی نگو، چی بنویس چی ننویس، چی نشون بده چی نشون نده، با کی مصاحبه کن با کی مصاحبه نکن، ولی یه بخشی توی این کار شدنیه. و در کل بخوام بگم این اتفاق اون زمان اصلا نیفتاد، به خاطر اینکه مثلا میگم خود من به زمانی شاید یک ساله هم بیشتر بود یه بخشی از برنامه تلویزیون رو به طور کامل دادم دست کمیسای راه کارگری، خودشون اومدن از تو هم استفاده میکردن، از امکانات ما استفاده میکردن، از فیلم بردار از ادیتور ما استفاده میکردن بدون که دیناری هم ازشون ما هم پول بگیرم. ولی چون فعال بودن و تو سطح حالا لندنش رو من میتونستم بگم خیلی پر جنب و جوش بودن و اون بخشش رو من بیشتر بهش میپرداختم که مسئله زندان بود و یکی از بحث همونی بود که اگه میخوام این وقت من به شما میدم، حالا غیر از سخنرانی یا مصاحبه که میکنین با افراد مختلف، ولی یه بخش اصلیش باید بخش زندان باشه و خاطرات کسانی که زندان هستن. اون موقع خانوم اعظم کمگویان و نسرین پرواز و خیلی کسا بودن، خانوم هایی که زندان رفته بودن و میبادن خاطرات زندانشون رو بازگو میکردن. آره. و یه بارم که حتی میگم باز پیشنهاد مالی پیش اومد، باز اون زمان بچه های هنوز هستن آقای امانی و خیلی بچه های کنسولی های کارگری تو لندن هنوز هستن میتونن شهادت دارن که بازم اون کار نکرد. ولی آره یه زمانی مثلا یه صد برنامه همونها اجاره دادیم به یه گروهی از افغانها افغان زبانها و بابتش آره پول میگرفتیم یا پولی میدادن اونا و یه صد از برنامه رو در واقع در اختیارشون گذاشته بودیم با توجه که میگم یه سری زوایا هم باید رفت در نظر میگرفتن. بس هم اینه که آره این مسئله بوده، ولی اصل قضیه که یه زمانی حداقل خود شما شاهد بودین تمام هزینه ما بیشتر از طریق تک فروشی و آگهی تامین میشد. بله آقای سرابی، حالا من تلویزیون و مجله رو میذارم کنار، شما تو همون دوران یا تو دوران زندگیتون، چون تو تلویزیون هم یه بخشایی رو ما میبینیم، شما تو یه تظاهرات هایی رو که توی جلوی سفارت برگزار میشده یا برنامه گذار بودین خودتون ارگانیزه کردین یا اینی که اونجا بودید و گزارش تهیه کردید، شما باقی وقتتون غیر از مسئله مجله و تلویزیون روی چه مطالبی بیشتر متمرکز بودید توی زندگی؟ ببینید اگه من بخوام درسترش رو بگم، ما توی جامعه‌ای بودیم که تا اونجایی که من میدونم، معذرت میخوام، تا اونجایی که من میدونم شما روز شنبه یا یک شنبه همیشه تیم فوتبالی رو مربیگری کردین و تا همین امروز هم ادامه داره این مسئله. منظور من اینه که خارج از این بخش کاری تلویزیون و مجله زندگی شما، زندگی سیاسی و فردیتون به چه صورت میگذشت؟ خب یه بخشش این بود که به عنوان مثال وقتی ما برای گزارش می رفتیم دم سفارت که گزارش تهیه کنیم و
بعد از این مدتی من به این نتیجه رسیدم که خب این تظاهرات جمعی سفارت چه تأثیری داره برای شهری که توش زندگی میکنیم غیر از ایران. من اومدم پیشنهاد کردم اون زمان، از اینجا شروع شد که اصلا شروع به کار تظاهرات کردم. من اومدم اون زمان کسایی که تظاهرات میذاشتن آدم باشون صحبت کردم، گفتم آقا اینجا که جل جمع میشیم، مثلا سفارت توی لندن به این صورته که یه خیابون عریض و طویلیه، وسطش ماشین رد میشه، اینجا هایت پارکه، یه بخش از هایت پارکه، بخش در واقع جنوبی هایت پارکه، اون ور خیابون هم به فاصله مثلا نزدیک 100 متر سفارت، 90-95 درصد تظاهرات هم یک شنبه هاست که نه کسی تو سفارت نه اتفاقی میفته، این مثلا ماشین رد میشه. گفتم آقا ببین تظاهرات رو بریم جلوی پارلمان انگلیس، با هر کدومشون صحبت کردم چیز نکردن، گفتم نه اینجا سفارت فلان اینا. گفتم آره ولی سفارتی که اونور خیابون و شما اینور خیابونی، بعدم جایی نیست که زیاد رفت و آمده حتی مردم هم باشه، چون شما پیاده رو گرفتین، مردم که بخوام یا میرن تو پارک میرن یا میرن اون ور خیابون، خب عکس العملش مهمه. خلاصه اینا قبول نکردن. بعد من اومدم به هر حال اتکام به امکانات تبلیغاتم بود، تلویزیون و مجله اینا، گفتم از این بعد از سال اگه دقیقاً بخوام بگم 90 و همش اینا تو سال 92-94 بیشتر اتفاقات افتاد، فکر کنم سال 92 بود، اومدم یه چیزی درست کردیم به نام اتحادیه مبارزان آزادی ایران. و محورش رو گذاشتیم روی چند اصل که هر کس میخواد بیاد عضو این اتحادیه بشه یا تو تظاهرات اتحادیه شرکت کنه، این است که یک، خواهان سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی باشه، دو، شرکت در این تظاهرات هیچ از حق آوردن هیچ پلاکارد، عکس، شعار سیاسی سازمانی رو نداره، همه بدون استثنا فقط با پرچم شیر و خورشید سرود ای ایران. این در واقع محور این اتحادیه بود. و خب اینو ما تو مجله و تلویزیون شروع کردیم تبلیغ کردن و اولین تظاهرات هم اعلام کردیم مثلا فلان روز جلوی پارلمان انگلیس. خب اون تظاهرات لندن عموما از بعضی ما 15 نفر شروع میشد، دیگه خیلی شلوغ میشد به 70-80 نفر میرسید. خب من تصورم این بود که ممکنه ما مثلا بریم جلو پارلمان انگلیس، بعدم یک شنبه نذاشیم، روز کاری پارلمان گذاشتیم و بعدم صحبت کردیم به پارلمان اطلاع دادیم که آره ما مثلا به خاطر این موضوع اینجا جمع شدیم و بعدش هم میخواییم به عنوان به اصطلاح خواستمون یه نامه رو تهیه کردیم میکنیم و میخوام به پارلمان تحویل بدیم. خب اونم معمول قبول کردن دیگه. خلاصه خارج از انتظار بود، اون حدود 300 نفر حدودا 300-350 نفر اومده بودن که برای اول خیلی خوب بود. بله و البته دیدم درگیری های اولیه به وجود اومد، چون مثلا بعضی می‌خواستن از اون قضیه سوء استفاده کنن، یا مثلا عکسی در آورده بودن، یا مثلا می‌خواستن شعار بدن که بالاخره نه برخورد فیزیکی ولی برخورد چیزی شد که آقا جون ببین اگه بخوای ادامه بدی پلیس اینجا استاده و پلیس تظاهرات من اجازه‌اش گرفته بودم و پلیس منو میشناخت، مثلا میگفتن آقا این آقا یا این خانم مزاحمه، از صف کشیدش بیرون. این افراد چه گرایش سیاسی داشتن آقای سرابی؟ بیشتر اون زمان خب یه سریشون بیشتر عکسی بودن، یعنی بیشتر واقعا چون نه اینی که عرض میکنم خدمتتون، چون خود منم اینجا توی آلمان به هر حال تو تظاهرات زیادی شرکت کردم و این مسئله ای که شما میگین رو باش برخورد کردم. میگم ببین یه سری کسانی که خودشون طرفدار رضا پهلوی نشون میدادن، از این طریق واسه خودشون دکونم وا کرده بودن، مثلا به پناهندار نامه میدادن از طرف رضا پهلوی خودشون و پول میرفت از پناهنده ها.
اینا برای اینکه مثلا اون پناهنده رو که می‌خواستن واسش مثلا مد پرونده‌ام درست کنن، یکی از چیزایی که تو تظاهرات بیان واسن شعار بدن، عکس بگیرن بذارن رو پرونده‌شون. خب مثلا اینا به اینا میگفتن تو عکس رضا پهلوی رو دستت مثلا شعار بده، عکس ما میگیریم. تو تظاهراتی خوششون داشتن، خوششون بود شدن، به ما ربطی نداشت. ولی اونجا نذاشتیم، یعنی هر کی می‌خواست عکس بیاره بالا عکسو، حالا فرق می‌کنه هر عکسی اگه می‌خواستم بیارم بالا فرق نمی‌کرد. توی آلمان آقای سرابی به دعوا مرافع هم کشیده میشد گاهی. اینجا خوشبختانه نرسید به دلیل و میخوام بگم که اغلب تو اکثر موارد افرادی بودن که خب میشه گفت سلطنت طلب بودن، افرادی بودن که حالا عکس رضا پهلوی رو در می آوردن و یا شعارهای آنچنانی میدادن، در حالی که باقی گروه ها به این صورت هم ولی خب خوشبختانه آقای پارسای عزیز، مثلا من چون همش بچه میشه همه رو میشناختم دیگه، لندن مثل یه دهکده بود، ما همه مثل یه خانواده اکثر همدیگر میشناختیم. مثلا همون زمان من نگاه میکردم مثلا تو تظاهرات، فرضا میگم تیمسار خسروانی بود با دوستانش، خب من میدوستم اینا مثلا طرفدار چه خط، خانوم تیمسار رحیمی بود با دوستانش، بعد بچه های گروه چپ و کاملا میشناختم که هستن، بچه های مجاهدین هم حتی هواداره مجاهدین هم میشناختم که هستن، همه بودن. ولی چون همین مسئله شعار حزبی و گروهی و پرچم و پلاکات نبود، میگم یکی دو جلسه اول یه مقدار پیش درگیری همینجوری در این حدا تذکری نبیش از این، ولی جا افتاد و عملا یه کار دیگه اضافه هم واسه من درست کرد دیگه، شدیم اتحادیه مبارزه. آره شدیم مسئله مسئول اتحادیه مبارزه آزادی و عضو گرفتیم، یه عضو به اصطلاح اعضایی که حدود مثلا 30 نفری بودن که همیشگی بودن، یعنی تو جلسات اینا می اومدن. یه گروهی رو گذاشته بودیم به عنوان مثلا جوانای بسیار برومند خوشایند قد و بالایی بودن که در 15 تا بودن، در واقع محافظین تظاهرات بودن با پیرنهای یه شکل با پرچم ایران خیلی شکیل شده بود و شکل گرفت و تا مثلا اوجش رسید به تظاهراتی که جلوی دفتر نخست وزیری زمان بلر گذاشتیم که یه چیزی نزدیک 1500-600 تا شاید هم بیشتر آدم اومد، که خیلی به هر حال نسبت به تظاهراتی که 70-80 تا میادن همه خوشحال بودن، یه چیزی 1700-800 تایی که حتی خبرنگار جمهور اسلامی هم اومده اونجا هم گزارش تهیه کنه و هم به اصطلاح یه جوری مسئله بسازه دیگه که مثلا درگیری پیش بیاره. خب اینا رو من خیلی موضوع بودم که اون اتفاقات نیفته. حالا بحثم اینه که این اتحادیه مبارزان آزادی ایران تا سال 2014 ایادش با خود شما آدم آلمان صحبت کردم فعال بود، ولی از 2014 به بعد یه مقداری مشکل شد. اولا خودم درگیری بیماری همون سرطان پروستات شدم، یه مقداری فعالیت همون مجبوردم محدودتر کنم، یه مقداری خب حجم کارم برای سفر به آلمان و فرانسه و بعد اسپانیا و این ورنوبر برای پخش مجله سنگین بود دیگه. اون وقت اصلی چون خود تظاهرات گذاشتن یه کار فول تایم بود، به اون سادگی نبود. مثلا من وقتی میام 1000 خورده آدم اومد، شما باید در نظر بگیریم من حداقلش باید به هر نفر، حالا یه دشون که من اصلا نمیشناختم ولی به طور کل حالا بگم اگه 300شون هم میشناختم از اون 1000 خورده به این 300 نفر باید حداقل 4 دفعه زنگ میزدم طول مثلا یه مدت 2 هفته‌ای یادآوری کنم، خواهش کنم ای دوستان دیگر میتونی بیاریم فلان کنی. به این سادگی نبود. بعد از پلیس بعد اجازه بگیری، بعد برخواهی سری امکانات میخواد خود تظاهرات، بعد لیفلت چاپ میکردی، نمیدونم خیلی ریزه کاری داشت. حالا بعد در حال این درگیری بود که تظاهرات عملا تو این سالها همه اومد زیر پوشش اتحادیه مبارزان آزادی ایران، یعنی گروه های دیگه سیاسی هم ترجیح میدادن اینجا بیان. که حالا همین مسئله رو شما از بعد به ورود توی لندن همیشه تلاش کردی که ایرانی ها رو زیر یه چتر بیاری،
فارغ از اون عقیده و دیدگاهی که دارن، اما با این نقطه که سرنگونی طلبی همیشه مد نظرتون بوده، یعنی خط قرمز داشتیم. این اتحادیه مبارزان در راه آزادی هم دنبال یه همچین همبستگی ملی بوده در اصل. آره دیگه، کما اینکه هنوزم تو برنامه هایی که همین الان داره هفتگی میره بالا، من این حس رو میکنم که شما قلبا دنبال، یعنی هدف نهایی تو ذهنتون دنبال این هستین که ایرانی ها رو به یک همبستگی برسونین از گروه های مختلف، از افراد مختلف، که اینا بتونن یه ائتلافی رو با هم داشته باشن. فکر میکنید الان در حال حاضر میتونه اتحادیه مبارزان برای آزادی، حالا یا به هر اسم دیگه ای، میتونه دوباره زنده بشه و دوباره کار خودش رو پی بگیره؟ و اگر آره چه شرطهایی براش لازمه؟ ببینید، چون به هر حال تریبونش وجود داره، تریبونش تلویزیون رنگارنگ هست که شما در اختیار تمامی نیروهای سرنگونی طلب و برانداز گذاشتین میکروفون تلویزیون رنگارنگو. نظر عملیش منظور منه. این اتفاقی که خب مهم افتاده اینجا گذر زمانه. گذر زمان به هر حال به آدم تجربه میده. و در کنارش هم خب اتفاقات سیاسی تغییر میکنه دیگه. شما نگاه میکنید مثلا فرض یا آقای ترامپی میاد، یه اتفاقاتی میفته تو جهان سیاست. وقتی میره یه اتفاقاتی میفته. تو آلمان همچنینه. بله. ولی اون بحث تجربیش این است که یه زمانی مثلا من فرض اگه شما یاد باشه تو خودت همین روزنامه و مجله رنگارنگ، من همیشه یه دو صفحه داشتم که تمام بیانیه‌ها و اطلاعات سازمان سیاسی رو چاپ میکردم که اتفاقا اکثرا هم خوششون نمیومد، چون میدونن همه رو با هم گذاشتی بغل هم دیگه. ولی زمان که برد، یعنی الان که دارم با شما صحبت میکنم، مثلا میگم من یه باورهایی مثلا به شخص رضا پهلوی داشتم که میتونه آدم مؤثری باشه، ولی شرطهایی داشت که ایشون تو مرور زمان در واقع نشون داد آدم بسیار پاسیویه و دیگه حتی اون انگیزه و شوقم تو من نیست که اصلا بخوام نسبت به ایشون و عقایدش وقتی از تلویزیونی که با هزار مشکل و گرفتاری درست میکنم برای تبلیغ ایشون باشه، به دلیل اینکه ایشون داره زندگیشون میکنه و عملا هم تو این چند سال اخیر به خصوص انقدر بالا پایین کرده که معلوم نیست اصلا دقیقا خود ایشون کجا ایستاده. یک. دوما مسئله مبارزه با جمهوری اسلامی برای من، حتما برای شما الان اینجوریه، ابعادش خیلی گسترده تر از قبله. قبل خیلی محدودتر می دیدیم. فکر می کنیم مثلا رژیم توی یه موضعی است که ماها، حالا ما که تو لندن نشسته بودیم دیگه فکر نمی کنیم تو آلمان و فرانسه و آمریکا و جاهای دیگه هم ایرانی های دیگه چه می کنیم. فکر کنیم ما که تو انگلیس هستیم یه نیروی هستیم که این رژیم رو می تونیم بندازیم. بعد دیدیم نه، ابعاد مبارزه خیلی گسترده تر از این حرف هاست. و ماها میتونیم در واقع مؤثر باشیم در کمک به نیرویی که یا تشکیلاتی که این زور رو داره. اگه قرار این رژیم رو بندازه، خب باید بیشتر تو جهت این قضیه کمک کنیم. میگم این تو تجربه دست اومده، تو فعالیت ها و کنش ها و واکنش گروهایی که پیش اومده. به عنوان مثال مثلا من گفتم ما تلویزیون رنگارنگ در اختیار کنسولیای کارگری قرار میدادیم، الان اصلا نیستن. الان اصلا من حتی خبر ندارم که حتی یه اجتماعی چند نفره داشته باشن یا بسیاری از گروهای مختلف. این زمان بردن، خب وقتی اینا به تدریج حذف شدن یا کمرنگ شدن، یا خیلی از اونایی که اون زمان دو آتیشه برای سرنگونی تلاش میکردن الان میرن ایران و میان، خب من اینجا رو به این میبینم دیگه. و به همین خاطر با اعتقاد به آزادی و دموکراسی، ولی یه موقع شما میگید که خب شما میخوای یک
تبلیغی بکنی که اگه شناخت نداری خب یه بس، ولی الان میرسی به این نتیجه میگی آقا شما مثلا یه درصدی امکان داری، این درصد اگه بخوای اینم تقسیمش کنی به جاهایی که امتحان پس داده و دیگه نمره قبولی نگرفته، خب هم وقت خودت تلف کردی، هم یه قدر ممکنه انحراف درست میکنه تو جامعه. اعتقاد دارم من این که هر آن کس که اعتقاد داره و میخواد با این رژیم مبارزه کنه، خب حالا هر عقیده و مرام سیاسی هم داره، باید اینو فکر کنه که خب خودش میتونه چیکار کنه. من الان میگم اوکی، الان گروه هایی که اعتقاد دارن به مشروطه سلطنتی، سلطنتی و شاهی بهشون برمیخوره، کسانی که اعتقاد دارن به مشروطه سلطنت، اول باید بشینن با خودشون ببینن که خب اصلا چنین چیزی وجود داره یا نه. یک، آقای رضا پهلوی وقتی شورای ملی رو درست کرد، من همون زمان نامه براش نوشتم، بعد اون آقای پیرنیا تو فرانسه بسیار تلاش کرد که من تو اون جلسه نرم، که حالا داستانش رو بعدا میتونم بگم، و تش به اونجا رسید، خود رضا پهلوی از اونجا استفاده داد. ولی آقای رضا پهلوی با شورای ملی ایرانی‌ها یا هر اسمی داشت، نام شورای ملی فلان، علنا و عملا و رسما از سلطنت خداحافظی کرد، به دلیل که ایشون رسما اعلام کرد که آقا من رضا پهلوی در یه انتخاباتی میخوام شرکت کنم و این انتخابات اسم شورای فلان است و هیچ جایی از اون شورا ذکر نشد که مثلا سلطنت توش هست. و تذکر من هم به ایشون این بود که آقا اگه شما این کارو داری میکنید، یه ایراد هم اینه که شما گفتین آقا هر کس با هر گذشته میتونه بیاد، خب این که اصلا خطرناکه. مثلا میگم آقای قاسم سلیمانی که حالا گور به گور شد، در به در شد، تیکه تیکه شد، هرچی شد، مثلا اگه میواد لندن میخواست بیاد میتونست بیاد، چون گذشتهش اینجا از این دری که باز کرده بودن آزاد بود. به همین خاطرم تو شورا خودشون بعدن اعلام کردن دیگه، بسیاری چهرهای نفوذی در اومد. حالا بس همینه که آقای رضا پهلوی اصلا کلا سلطنت اونجا در واقع آیندهش هم خاک کرد. این از این. خب من وقتی میبینم آقای رضا پهلوی خودش عمل کردش و همین گشت و گذارش وقتی نگاه میکنید، عملا شده یه چهره در واقع نمادین توریستی. حالا آقای سرابی، من نظرم بر اینه که فرق نمیکنه حالا فرد یا شما، خیلی قشنگ گفتین، آدم تکلیفش رو با خودش باید اول از همه معلوم کنه. بسیاری از گروه های سیاسی هستن که در عمل نه در حرف تو میدون هستن و اکسیونایی رو انجام میدن که این اکسیونا کنشیه که رژیم واکنش نشون میده در اصل. یعنی نشستن که یه رژیم کاری بکنه اینا بیان واکنش نشون بدن، از روز اول تو این 43 سال دیدیم. ولی در خصوص گروه های سلطنت طلب و یا به خصوص آقای رضا پهلوی، با حجم عظیم مالی که پشت ایشونه و خود ایشون داره، نه تنها حرف قدمن بلکه مالی هم، ایشون هیچ کمکی به این مبارزه در طول این 43 سال نکرده. ایشون اعتقاد داره خرج من رو همسرم کار میکنه، تأمین میکنه، یه زمانم که اون خرج من رو مادرم میده. خب از این ادعاها زیاد میشه، ولی به هر حال چیزی که مسلمه اینه که توی رسانه ها، تو گوگل الان بزنیم در میاد که آقای رضا پهلوی چقدر اندوخته داره یا نداره. من منظورم اینه، همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، مسئله روزمره مردم ایران، کارگرا و کارمندا، مسئله گرونیه و مسئله اقتصادیه که دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. من یه مقاله ای رو نوشتم به عنوان صندوق کمک به اعتصابیون. اگر گروه های سلطنت طلب یا آقای رضا پهلوی اینقدر توان نداره که بتونه اکسیون های مبارزاتی شکل بده یا شرکت کنه توش، حداقلش اینه که میتونه کمک مالی بکنه. این حداقل قضیه. خب آقای پارسایی، ببینید بحث اینه که این توقعاتی که مثلا من و شما داریم، اینها باید شاید سالهای پیش، شاید آره شاید 10-15 سال پیش، ولی الان ایشون توی این مدت میگه از همه مرزا و حرفا گذشته و بیشتر توجهش به
ایرادی هم نیست، من هیچ ایرادی نمیتونم بگیرم، چون ایشون بخواد تو میدون مبارزه باشه نباشه یه تصمیمیه که خودشون باید بگیره، ولی عملا نشون دادن که بیشتر اون جهت فانتزی و تبلیغاتیشو دوست دارن. و بعضی موقع میگم انقدر ضد و نقیض صحبت میکنم، مثلا یه موقع میگن که اگر مثلا یه کشور خارجی به ایران حمله کنه من میرم بغل دست جمهوری اسلامی حتی حاضرم بیسم مبارزه کنم. خب این حرفو وقتی تجزیه تحلیلش کنی اگه آدمی که مثلا ادعای رهبریت داره، اصلا این حرف خیلی بی‌معنیه. یعنی شما میری بغل، اولا چجوری میری بغل جمهوری اسلامی میستی؟ یک. دوم جمهوری اسلامی چگونه اسلحه رو میده دست شما که بغلش واسی؟ خب اینا در واقع شعارهای کت روش فکر نشده که آقا این شعارها ابزارش و مکانیک اجراییش اصلا شدنیه. آره آدم میتونه بگه آقا هر کشوری خارجی که به کشوران حمله کنه من اون کشور اصلا دشمن خودم میدونم، ولی من میرم بغل جمهوری اسلامی میجنگم. آقا چه جوری میری؟ چه جوری میجنگی؟ آقا اینو برای چی میگی؟ اینو باعث میشه که در واقع یه مشروعیتی میده به جمهوری اسلامی که انگار جمهوری اسلامی از تمامیت ارضی مملکت دفاع میکنه مقابل دشمن خارجی، و ایشون هم میره بغل ایشوا میسه از این کار ملی حمایت میکنه. ایناست که هم در واقع از جیب ملت ایران هزینه میکنه میرزه تو جیب جمهوری اسلامی، و همین که خودش رو نشون میده آدمی است که خیلی حرفا زده. اگه من میخوام بگم این ضد نقیضا زیاده، ولی الان چون واقعا هم شاید زیادم نمیدونم عادلانه هم نیست حالا بخوام به ایشون بپردازیم، چون این موقع است یه مناظره است، کسی هم هست که مثلا بله خوب بحث آره. اصلی چیز دیگه است. آره بهتره که اینو به همینجا اگه آقای سرابی متاسفانه وقت ما محدوده، اگه اجازه بدین هفته آینده صحبتمون رو ادامه بدیم در خصوص تلویزیون رنگارنگ، چون به هر حال تلویزیون رنگارنگ من همینجور که چند بارم گفتم خدمتون جهتگیری رادیکال و مشخصی رو داره دنبال میکنه که بیشتر راجع به این من مایلم صحبت کنم، اگه اجازه بدین هفته آینده این مسئله رو ادامه بدیم. بسیار ممنون از شما، یک دنیا تشکر از اینی که وقت در اختیار گذاشتین همراهی با آقای سرابی عزیز. از شما بیننده های عزیزم خداحافظی میکنم و آرزوی شبها و روزهای خوبی رو برای شما دارم. بسیار ممنون از شما آقای پاسه، منم از همه عزیزان خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگه.